سلام و وقت شما بخیر به خبرهای ساعت 6 هزار آورد با ملال رحمانی و همکارم ریحانه رابه خوش آمدید. سرخط خبرها: تمسخر محرومیت زنان توسط طالبان در رسانه ها، نوشتن 20 کتاب در 3 ماه توسط گلبدین حکمتیار به نقل از روزنامه شهادت، تعامل جدی تاجیکستان با طالبان. فسیح‌الله فطرت: طالبان فرمایش هیچ کسی را نمی‌پذیرند. بازداشت رئیس رسانه صدای بلوچ توسط طالبان و کشته شدن 4 عضو طالبان در یک حمله در کابل توسط نیروهای جبهه آزادی. مشروع خبرها: مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر طالبان در مصاحبه با تلویزیون خصوصی آریانا نیوز در پاسخ به پرسشی در مورد ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم به گونه تمسخرآمیز خندید. مولوی عبدالکبیر گفت که مدارس دینی تا کلاس 12 برای دختران باز است. او گفت برای شما معلوم است که الحمدلله جامعه افغانستان اسلامی است و امارت اسلامی هیچ مشکلی با آموزشی که برای مرد و زن در جامعه اسلامی فرض است ندارد. این قسمت مصاحبه مولوی عبدالکبیر به شکل گسترده در شبکه‌های اجتماعی از جمله ایکس بازنشر شده است و کاربران از آن انتقاد کردند. با روی کار آمدن رژیم طالبان، دختران تنها تا دوره دبستان اجازه رفتن به مدرسه دارند و آموزش دختران پس از آن و در دانشگاه ممنوع است. طالبان در دوره نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی نیز آموزش دختران را کاملا ممنوع کرده بودند. روزنامه شهادت وابسته به حزب اسلامی گزارش داده که گلبدین حکمتیار در جریان 3 ماه گذشته 20 کتاب نوشته است. با گزارش این روزنامه، آثار جدید آقای حکمتیار به زودی در داخل و خارج از افغانستان چاپ و توزیع خواهد شد. نمایندگان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و ملا هیبت الله هفته گذشته به دوشنبه و کابل رفت آمد کردند. قاری فصیح الدین و ملا شمس الدین کشمی به نمایندگی از ملا هیبت الله در دوشنبه تاجیکستان با امام علی رحمان دیدار کردند. همچنان یتیموف رئیس استخبارات تاجیکستان به نمایندگی از امام علی رحمان در کابل با ملا برادر سراج الدین حقانی و ملا وسیق دیدار کرده است. او از طالبان خواسته است که جلوی فعالیت‌های طالبان تاجیکستانی در خاک افغانستان باید گرفته شود. همچنان او تاکید کرده که به ملاهای افغانستان توصیه شود که بر علیه تاجیکستان نباید تبلیغ کنند. طالبان نیز به هدف بهبود روابط میان دو کشور و تطبیق پروژه‌های اقتصادی و ویژه پروژه کاسا 1000 خواهان آغاز به کار سفیر طالبان در دوشنبه شده است. طالبان همچنان تاکید کردند که جلوی فعالیت مقامات فراری جمهوریت در تاجیکستان باید گرفته شود. رفت آمدهای نمایندگان طالبان و تاجیکستان در حال صورت می‌گیرد که استخبارات طالبان حدود یک ماه پیش بر فعالیت‌های دفتر جبهه مقاومت در دوشنبه محدودیت وضع کردند. فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان می‌گوید که این گروه فرمایش هیچ کسی را نمی پذیرد. فطرت این اظهارات را روز یک شنبه 28 اسد در مراسم 150 سالگرد استقلال افغانستان از بریتانیا که در تالار وزارت دفاع این گروه برگزار شده بود بیان کرده است. وی ادعا کرد که افغانستان زیر سلطه طالبان به معنای واقعی آزاد است. رئیس ستاد ارتش طالبان افزود پیش از این حکومت‌ها در افغانستان از دیگران فرمان می‌گرفتند. بر اساس ادعای این مقام طالبان، اکنون کشور به گونه کامل آزاد است و این گروه فرمایش هیچ کسی را نمی‌پذیرد. در همین حال، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در این مراسم گفت که حفظ استقلال مهمتر از کسب آن است. گفتنی است که افغانستان 105 سال پیش از امروز در سال 1298 خورشیدی مصادف به 1919 میلادی در زمان پادشاهی امان الله خان استقلال خود را از بریتانیا گرفت. طالبان در حال رژیمشان را مستقل می‌خوانند که چند روز پیش ملا یعقوب مجاهد
وزیر دفاع این گروه در یک مناظره تلویزیونی گفت که کشورهای خارجی حریم هوایی کشور را نقض می کنند و هنوز مشخص نیست که این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. آصف فیضیار مسئول رسانه ندای بلوچ 3 روز پیش توسط افراد اداره استخبارات طالبان در هرات بازداشت و زندانی شد. فیضیار در اداره استخبارات طالبان در اسارت است و خانواده و دوستانش اطلاعی از وضعیت صحی او ندارند. اتهام این فعال رسانه‌ای هنوز مشخص نشده است. پس از بازداشت فیضیار، فعالیت رسانه‌ای ندای بلوچ که بیشتر اوضاع غرب و جنوب افغانستان را پوشش می‌داد، متوقف شده است. جبهه آزادی افغانستان از حمله نیروهایش علیه طالبان در شهر کابل خبر داده و گفته است که در این حمله 4 عضو طالبان کشته شده اند و 1 نفر دیگر این گروه زخم برداشته است. بر اساس خبرنامه جبهه آزادی، این حمله شام امروز شنبه 27 اسد در منطقه پروانه 3 واقع در حوزه 4 امنیتی شهر کابل بر کاروان نیروهای وزارت داخله طالبان انجام شده است. جبهه آزادی گفته است که در این عملیات 4 طالب کشته شدند و 1 نفر دیگر نیز زخم برداشته است. سپاسگزارم از اینکه تا پایان این سرویس خبری ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد، بدرود.